سرخط خبرها. هشدار آلمان به چین. پنتاگون به زودی اولین باتری دفاع هوایی پاتریوت را به اوکراین ارسال می کند. واکنش کاخ کرملین به گزارش رسانه‌های غربی در مورد نورد استریم. اوکراین دست داشتن در خرابکاری در خطوط لوله نورد استریم را رد کرد. تایمز: غرب بلافاصله عامل حمله به نورد استریم را شناسایی کرد اما لو نداد. این بمب عجیب غربی ها در اختیار اوکراین قرار گرفت. و گزارش نشریه انگلیسی از کمانده های آواره لندن: کوچه به کوچه در جستجوی گلوله هایی با کالیبر خاص برای آقای زلنسکی. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. هشدار آلمان به چین. به گزارش رویترز، بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان اعلام کرد که اگر چین به روسیه تسلیحات ارسال کند، برلین حمایت نظامی از کیف را افزایش خواهد داد. پنتاگون به زودی اولین باتری دفاع هوایی پاتریوت را به اوکراین ارسال می‌کند. ارتش ایالات متحده آمریکا هنوز تاریخ دقیقی را برای ارسال اولین باتری پدافند هوایی پاتریوت که به اوکراین وعده داده بود را اعلام نکرده است، اما این سیستم می‌تواند به زودی به این کشور ارسال شود. داگلاس بوش، دستیار وزیر ارتش آمریکا در امور تدارکات، لاجستیک و فناوری، در یک کنفرانس آنلاین به میزبانی هفته‌نامه دیفنس نیوز اعلام کرد: من نمی‌توانم تاریخ دقیقی را اعلام کنم، اما آماده‌سازی‌ها در حال حاضر در حال انجام است. آمریکایی‌ها راهی برای آموزش متخصصان اوکراینی پیدا کردند. واکنش کاخ کرملین به گزارش رسانه‌های غربی در مورد نورد استریم. ماریا زاخاروا درباره تحقیقات نشریات غربی در مورد خرابکاری در نورد استریم گفت: من تعجب نخواهم کرد اگر در نتیجه تحقیق ادعایی غربی‌ها و روزنامه‌های آنها ثابت کنند که خطوط لوله نورد استریم توسط یک دلفین بمب‌گذار تخریب شده است که از کریمه به اوکراین فرار کرده است، و تنها شواهدی که آنگلوساکسون‌ها در حمله تروریستی ارائه می‌دهند مسیری است که توسط لیز تراس بیان شده است. اوکراین دست داشتن در خرابکاری در خطوط لوله نورد استریم را رد کرد. دیمیتری کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین، شب گذشته چهارشنبه اعلام کرد که کیف هیچ ارتباطی با انفجارهای رخ داده در خطوط لوله گاز نورد استریم 1 و نورد استریم 2 نداشته است. به گفته وی، در این شایعات هیچ مدرک و استدلالی وجود ندارد و او خود منتظر نتیجه تحقیقات رسمی درباره این خرابکاری است. روز گذشته الکسی رزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین، نیز دست داشتن این کشور در حوادث رخ داده در این خطوط لوله گاز را رد کرد. تایمز: غرب بلافاصله عامل حمله به نورد استریم را شناسایی کرد اما لو نداد. نشریه تایمز مدعی شد که سرویس‌های اطلاعاتی غرب تقریباً بلافاصله بعد از وقوع خرابکاری در خطوط لوله نورد استریم پی بردند که شخصی وابسته به اوکراین آن را سازماندهی کرده، اما برای جلوگیری از تنش دیپلماتیک بین کیف و برلین آن را مخفی کردند. به نوشته تایمز، یک هیئت تحقیقاتی از منطقه اسکاندیناوی یک هفته پس از حمله سپتامبر 2022 به خط لوله نورد استریم که گاز را از روسیه به آلمان منتقل می‌کند، پی برد که یک پیمانکار خصوصی وابسته به اوکراین آن را سازماندهی کرده است. تایمز نوشت که نام مظنون حمله ماها در محافل اطلاعاتی رد و بدل شد اما افشا نشد. این نشریه بدون افشای نام مجرم، منشأ آن را از داخل اوکراین بدون وابستگی به دولت کیف معرفی کرد و همچنین مدعی شده که این شخص به نظر یک کارت ویزیت خاص هم جا گذاشته است. علاوه بر این، تایمز مدعی شده که به این هیئت تحقیقاتی دستور داده شده تا از پاسخگویی به سوالات درباره دلیل روند کند تحقیقات درباره این حمله تفره برود. تایمز مدعی است که مقامات ناتو ظاهراً برای حفاظت از اوکراین برابر تنش احتمالی و علنی با برلین اطلاعات را مخفی نگه داشتند. در زمان وقوع حادثه آلمان تمایلی نداشت برای کیف تانک لئوپارد ارسال کند، اما در ژانویه 2023 پس از پیوستن چند کشور غربی نظرش عوض شد. این بمب عجیب غربی ها در اختیار اوکراین قرار گرفت. بمب‌های JDAM که نسخه‌ای با برد افزایش یافته از آن در اختیار اوکراینی‌ها قرار گرفته، برای رسیدن به هدف از دو سیستم استفاده می‌کند. بمب‌های هدایت شونده هوشمند JDAM-ER این امکان را برای اوکراینی‌ها فراهم می‌کند که استحکامات دفاعی و اهداف بزرگی چون پل‌ها را به راحتی هدف قرار دهند. ژنرال جیمز هکر، فرمانده نیروهای آمریکایی در اروپا، این خبر را اعلام کرده است. مهمات JDAM ابزار هدایتگری است که بمب گرانشی غیر هدایت شونده را به بمب هوشمند تبدیل می‌کند که قابلیت عملکرد در همه شرایط آب و هوایی را دارد. گزارش نشریه انگلیسی از کمانده‌های آواره لندن:
کوچه به کوچه در جستجوی گلوله‌هایی با کالیبر خاص برای آقای زلنسکی. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره اتمام مهمات زرادخانه تسلیحاتی که اوکراین در سال 1991 از شوروی به ارث برده است، دیلی اکسپرس در گزارش نوشت که تیمی متشکل از کمانده‌های سرویس هوایی ویژه انگلیس در سراسر دنیا پخش شدند تا گلوله‌هایی با کالیبر 122 میلی‌متر برای توپخانه‌های ارتش اوکراین پیدا کنند. به نوشته اکسپرس، این افراد به همراه ماموران اطلاعاتی و مقامات وزارتخانه‌های خارجه انگلیس به آفریقا، خاورمیانه و سیا سفر کردند. این گروه که خود را دلال اسلحه جا می‌زنند، مقادیر قابل توجهی پول نقد به همراه دارند تا گلوله‌های 122 میلی‌متری برای توپخانه‌های اوکراین بخرند. یک منبع نظامی گفته است که این افراد سراسر جهان را زیر و رو می‌کنند تا این مهمات را پیدا کنند و گرچه در بسیاری مواقع به بن‌بست می‌خورند، اما تاکنون موفقیت‌هایی هم به دست آوردند. به گفته وی، این تیم تاکنون به آنگولا، مصر، اردن، قزاقستان و ویتنام سفر کرده، اما برخی منابع هفته جاری مدعی شدند که معامله برای خرید این محموله در یک کشور نامشخص اروپایی جوش خورده است. کارخانه های اسلحه سازی بلغارستان و رومانی هنوز مهمات و سلاح‌های مناسب برای ادوات جنگی اسلحه شوروی را تولید می‌کنند. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.